باش که دیروز بهم میگفتی من حسابم تو یکی دو هفته دیگه خالیه. من خیلی هم تعریف تو رو کرده بدم، حالا چیکار کنیم؟ تو نمیتونی یه یکی دو هفته دیگه این پولو بهشون بدی؟ نه بابا لازم دارم، میدونی رو انداخته بهم، بعد تعریف از خودم نباشه، جدی خوشم نمیاد تعریف کنم، ولی یکی بهم رو بندازه اصلا نمیتونم روش زمین بندازم. میدونی چیه؟ من آخرین دسته چکم هم دیروز دادم. اگه چک مسئله، من یه دونه چک خودم دارم ها، یه برگی میگی؟ آره؟ زبینم چکا میکنم. سلام، حالت چطور؟ خوبی؟ ناصرم. آقا یه 6 میلیون میتونی برام ردیف کنی؟ نه برای یکی از دوستان میخوام. آره بابا مطمئنه، خودم پشت چکشو امضا میکنم. بابا خیلی سنگینه که. خب میدونم اوضاع بازار که ساده، ولی اینی که داری میگی خیلی سنگینه. خیلی خب قبوله، باشه پولو ردیف کن، من شب میام ازت میگیرم. ممنون، خداحافظ. چی شد؟ این هم مثل اونه که از اون دندون گرده هست. نگران نباش، خودم چکت رو پاس میکنم. دست درد نکنه ناصر جون، میگم این سیامک بد جوری گرفته رو بند خدا. فقط میدونی چی مشتبا؟ یه چک 10 میلیونی باید بهش بدیم. 10 میلیون؟ من 10 تومن هم تو حسابم پول نیست. اونش که مسئله نیست مشتبا جون، من خودم چکت رو شارژ میکنم. حالا اگه خیلی ناراحتی یکی دو هفته صبر کن، پول میاد تو حساب خودم، خودم بهت پول میدم. بعید میدونم بشه یکی دو هفته صبر کرد. خب چاره نیست، توی چک بکش، من پشتش رو به عنوان ضامن امضا میکنم. این چک رو به عنوان چک ضمانت بدیم دست این دوستم، بعد که پول گرفتی میدیم بهش، چک ازش پس میگیریم. 6 میلیون میگیریم، باید 10 میلیون بدیم؟ عزیزم این یه چک ضمانته، این چک رو بهش میدیم، وقتی پول من تو حساب خودم یه چیزی هم میذارم روش، پول رو بهش میدم، چک ازش پس میگیریم. آه پس اگه اینجوری خیلی باحاله، دست درد نکنه ناصر جون. فقط مشتبا این رفیق تو سیامک یکی دو ساله میتونه این پولو پس بده یا نه؟ آره بابا ادعایش میگیره میده. خیلی خوب باشه، پس شب منتظرم، چکو بیار پولو بگیر، ترابل باشه خوبه؟ آره اصلا 6 میلیونش هم چک پول باشه خوبه. میگم یه چند وقتی از اون صحبت قبلیمون گذشت، تو این جواب ما رو نمیخوای بدی؟ جواب چی رو؟ اینکه بالاخره قید دانشگاهو میزنی یا فعلا همون یا. خیلی خوب عجب راحتی، شب منتظرت. سلام علیکم برادر دکتر رضا. علیکم السلام. خسته نباشی. چه عجب، برای یه بارم که شده سر شب پیدا شد تو خونه. چیکار کنم؟ وقتی سیامک گرفتار من بدبخ باید لحله تو بشم دیگه. مگه نمیاد خونه؟ نه بابا بعید میدونم، اون طفل معصوم حالا حالا گرفتاره. افطار کردی؟ دروغ چرا، هنوز که نه. پس میزدم. بیا اینم یه همبرگر مش مال تو، نوشابش هم طلبه، تمام کردم این دو سه روزه میاد باست. دست درد نکنه، با این حساب نصف ثواب روزه ما مال شما میشه. کوفتت بشمه با این سیر نمیشی. پس چرا نصف ثواب گیر من بیاد؟ خب کل ثواب مال وقتیه که موقع افطار این کارو میکردی، نه الان که یه ساعت از وقت افطار گذشته روزه‌دار رو به موته. آه پس با این حساب این روایت مال خودته. دقیقا. رضا میتونی یه فتوا بدی آدم هایی که مثل من نمیتونن روزه بگیرن در روز یکی دو تا گشنه مثل تو رو سیر کنن که خیالشون بابت کفاره راحت بشه؟ خب راهی ساده تری هم هست، علما قبلا فتواش هم دادن، دیگه نیازی به فتوای منم نداره. جون من؟ اول اینکه بری مسافرت، بر مسافر روزه واجب نیست، بعدش هم که مریض بشی، برای بیماران روزه واجب نیست. خب بعدش میمونه بند جیم. بند جیم چیه؟ ها جنون، بر آدم دیوانه روزه واجب نیست. با توجه به اینکه تو قبلا از بند 1 و 2 استفاده کردی، میمونه این بند جیم که بهت هم میاد اتفاقا به نظر من. آره اونا رو خیلی استفاده. دست درد نکنه، یعنی خدا بزنم به دیوونگی؟
چرا بزنی؟ با توجه به شرایطی که تو داری من مطمئنم تو پیش هر دکتری که بری خیلی راحت جواز دیوونگی تو صادر کنه. من که مادره. نه بابا خودت نبین دکتر مشتی. الان دکترها انقدر گیر شدن. جدی نمیگم. اون دیگه مشکل خودت. حالا دیگه تکلیف ساقط شده. این چه کاری بکنی احمق دیوونه؟ تازه نصف ثوابم برمیدارم میبرم. بفرما آقا مشتبه اینم 6 میلیون تراول. 6 میلیون؟ دست درد نکنه ناصر جون. بینم چک فقط منطقه پیش خودت باشه یه وقت ندی به این یارو. بابا تو نگران چی هستی؟ من هستم با زمین. این چک بدون امضا و پشت‌نویسیه من که اصلا ارزشی نداره. میدونم منطقه میگم یه وقت خدایی نکرده خدایی نکرده زمونم لاد یه وقت برای شما اتفاق بیفته یارو نذاره این چکای شما رو بندازه تو هلوف دنیا. ببین مشتبه اگه بازم نگرانی یکی دو هفته صبر کن پول دست خودم میاد بهت میدم بدون چک بدون دردسر. نه بیا من قول دادم امشب پولو به سیا برسونم. ببینم مشتبه تو 6 میلیون پول نقد و همینجوری چجوری رو چه حسابی داری میدی دست این پسره؟ میدونی راستیتش من و سیا با هم رفیقیم ناسلامتی نون و نمک هم دیگر خوردیم دیگه. نمیخوام نگرانت کنم ولی سیاد به آدم های دور و برت اطمینان نداشته باش. نه بابا من به اندازه چشام به سیاد اطمینان دارم. من چی؟ تو که خودت یه دونه ای دور دونه ای نمونه ای شادونه ای. بیا آقا برای اینکه ثابت بشه این چک خدمت شو فقط ندی به یارو. خیلی خوب تو زودتر برو دوستت از نگرانی در بیار اون پولا رو بهش بده. ضمن از این به بعد هر وقت که پول خواستی فقط یه ندای کوچولو یه اشاره کوچولو بهم بده. کوچیه این رفاقتی ها. باشه پس نه دیگه این باید پیش شما باشه دیگه. فقط یارو رو ندی دیگه. قربونت دارم با اجازه خدافز. یاری دیدی سیاه جون حل شو بیا اینم 6 میلیون چک پول. به خدا شرمندم مشتبه از ناصر گرفتی؟ آره گفتم که آدم با مرامیه. دستت درد نکنه عالم آدم و اسیر خودم کردم. من یکی که اسیر دلتم سیاه جون تعریف خود نباشه. راستی حال نرگس خانم چطوره؟ والا دیگه نمیدونم چی بگم دارم دیوونه میشم. تو چرا؟ رضا باید دیوونه بشه که انداختمش تو حوض جات خالی نبودی ببینی از کولیا یک چیق و بیقی را انداخته بود که بابا آخه انقدر سر به سر این بچه نذار. از عشق زیاده منتها انقدر دوستش دارم و نمیدونم چجوری بهش بیان کنم. ببینم حالا حالش چطوره. ای دوکی همچین بفهمی نفهمی یه سرمایه کوچولو خورده ولی در مجموع توپا. یعنی خیالم راحت باشه دیگه. راحت راحت. آقا تو من نمیای؟ نه آقا تو برو من یه کاری دارم برم حسابداری برگردم خودم میام. باش با کارت همشه پیش ما بیا دیگه. باش خدافظ. جوان دادن نمه ندیم اتونان سوگنان شخلوغ نمزده. باسب سوا شاقی جاتو سویخ دایدینه تبلیف چه بیا انشالله. سلام رستم. نه اولو بتی بونی یا بگی ندوشو. آقا رضا چی شده؟ میدونی چه بلایی به سر این بدبخت آوردی؟ 50 درجه تب داره. آها دردی هم نه آلدو دا. آقا جان باش باشا قایده منم شوخی کردم بدنی ضعیفه به من چه ربطی داره؟ پسر با حوزم شوخی میکنن منم تو رو بردارم بندازم تو حوز که ببینیم کی ضعیفه چی کرده. من نوکرتم شما چرا بندازی؟ شما دستور بده من با کله شیجه میرم تو حوز. بفرما شما میخوری؟ والا اون بود یه ولی وقت واگیر ماگیر هم داره بزایی چرت پرتا بلند شو کمکش کن ببرمش دکتر. دکتر باز چی بابا این بدبخت خودش کلی درس خونده دکتر شده. یه نامه بده به من من میرم داروخونه هر چی میخواد براش میگیرم. اولا مجه نامیده دوا بره لدابا خانده. بابا هر نامه کیو نامه اینو همه داروخونه هم میشناسن من ببرم میدن. چرا چرم دیاد میگی بچه بلند شو کمکش کن این بنده خدا رو ببرم دکتر. بابا جون من بذارم اینا رو موتور خدایی نکرده بادماد میخوره سنکوب منکوب میکنه دوشه علی میزوستونن. من نوکر خود زحمت رو بکش من کارم دارم یه کار مهم دارم باید برم.
پس لاغه بلند شو یه زنگ بزن به آژانس، یه ماشین بیاد من ببرمش. آژانس یا پولمون؟ آه به جای آژانس میخوای به اسخر آقا بگم با وانتش ببره؟ قشنگم راحت دراز میکشه اون پشت، خودت هم بشین کنار جلو بشین شما میبرینش و خود اسخر آقا هم برگردونه. بابا این پرت پلا چیه؟ اغمن تو سجده نمی نهیسن تو یاجو خواه دیگه. هر نقم من دیم دوره از زهوه. هی چرتی پرت، هی چرتی پرت. مامان میگفت با دکتر صحبت کردی، درباره اتفاقی که برای من افتاده بود چی میگفت؟ دکترت میگفت اصلا چیز مهمی نبودی، یه شوکه کوچولو به قلبت وارد شده بودی که رد کردی. مامان میگفت مردم و زنده شدم. چرا خدا دو مرتبه من رو برگردون که سربار شما باشم؟ این چه حرفی میزنی نرگس؟ بازم پول جور کردی، این دفعه دیگه از کجا؟ میتونم ازت خواهش کنم درباره پول و بیمارستان و بدهی و اینجور چیزا حرف نزنی؟ بابا من به چه زبونی به تو حالی کنم؟ تنها آرزوی من و مادر و دایی محسن اینه که تو سلامتی تو به دست بیاری، حتی اگه به قیمت جون ما باشه. پول چه ارزشی داره؟ برای اونایی که دارن ممکن ارزشی نداشته باشه، ولی برای ما که همه سرمایه همون تاکسی باباییه، هر یک قرونش هم ارزش داره سیامک. پس بذار خیالت راحت کنه. ببین اگه برای نجات جون تو قرار باشه به اندازه تمام کاغذ باطله های دنیا پول فراهم کنم، من این کارو میکنم. بابا ما به هیچ چیزی فکر نمی کنیم جز اینکه تو هر چی زودتر سلامتی تو به دست بیاری. بدهی سخته نرگس، قبول دارم، ولی تا حالا کسی رو نکشته. آره کسی رو نکشته سیامک، ولی غرور خیلی ها رو ازشون گرفته. طاقت ندارم تو به خاطر من غرور تو زیر پا بزنی. ببین اگه یه سوالی ازت بکنم جون بابایی جوابمو میدی؟ چرا جون بابایی رو قسم میدی؟ برای اینکه میخوام حقیقت رو ازت بشنوم. ببین اگه امروز من به جای تو رو این تخت خوابیده بودم، حاضر بودی به خاطر نجات جون من غرور تو بشکنی یا سعی میکردی اونو حفظ کنی؟ میخوام تنها باشم. من معذرت میخوام به خاطر این سوالی که ازت کردم، خودم قبول دارم سوال احمقانه ای بود. چرا باید تاوان نفس کشیدن من پایمال شدن غرور تو باشه؟ سلام زندگی. سلام عزیزم. سلام مامان جون. سلام، اتفاقی افتاده؟ نه چیز مهمی نیست. سیامک جان دایی دم در بیمارستان تو تاکسی منتظرید. من خودم میرفتم دیگه، مزاحم دایی نمیشدی. چه زحمتی، بالاخره باید یه نفر منو میآورد سر را تو رو میرسونه که یه استراحتی بکنه. باشه بس من برم. نرگس خداحافظ. خداحافظ زنده. خداحافظ. خداحافظ عزیزم، خسته نباشی. امروز چطوری مادر؟ خوبم مامان جون، الحمدلله. امشب تنهای سحر بخورم. Ha ha ha!
به 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 سبکم الله بالخیر. علیک السلام آقای دکتر، ادکلن بدم خدمتتون. اولا که شما بهتر سرت به کار خودت باشه. عجب. در ثانی شما بهتر سرت به کار خودت باشه. عجب. در ذهن تفحص در کار دیگران فعل حرام آقا مشتبه. عجبا. به حال آقای دکتر، ما خواستیم یه کمکی بکنیم، یه حرکتی بکنیم، ارادتمون رو بهتون نشون بدیم. اخوی شما لطف دارین آقا. عزیز دلی سیا، این دکتر خیلی فیلمه. تو یه روز میشه سر به سر این رضا نظری؟ اصلا صبح بهش قضیت آزار این من خواب بیدار میشم. بابا اینقدر اینو اذیت نکن، گناه داره. نه تازه زیر سر یار بلند شده. دوکی رو میگم دارم براش. کوتاه بیا مشتبه. دارم. خیلی خب من دارم میرم. مگه نمیای دانشگاه؟ نه من یه سر میرم بیمارستان، تو با مشتبه برو. باشه باشه. سلام آره به نرگس خانمم برسون پس. باشه حتما. قربانت. مشتبا دیر شد بابا، نمیای بریم؟ آمدم یا دکتر، آمدم. دوکی من فقط پیشا پیش ازت عذرخواهی کنم، من ادکلن پیدا نکردم ولی اسپری مشت گرفته بودم با طعم سوسک. ای چه کاری میکنی؟ بابا یک من از این دیوونه نجات بده. من قاتیم آبی جلو میزم چشمشو در میارم. خبر اول صبح خونه رو گرفتین سرتون؟ چه میدونم، آقا رو با تراوت کردیم جیغ و ویغ میکنه. آخه دیوونه زنجیری، من چجوری این بوی گند رو تحمل کنم برم تو دانشگاه؟ تو نمیتونه آرام قرار داشته باشه؟ آقا جون شلوغ داره میکنه. میای میشینی ترک موتور من، تا دانشگاه برسیم بهت باد میخوره، بوش ملایم تر میشه دیگه. نوکرتم داکی. پس عجله کن، من دیرم شده. این چیه دو دستت؟ حشره کش سن برداشته. این حشره کش نیست، اسپری ضد خشونته. منتهی همه سوکس زدن. بده من. به جای چرت و پرت گفتم بجون، گفتم عجله دارم دیگه. دکتر عزیز دلی چش، اما با اجازه نوکر تمام. سلام. خواهش میکنم مزاحم نشو. میخوام باهات حرف بزنم. من و تو هیچ حرفی با هم نداریم، حتی اگه در مورد مشتبه باشه. تو از جون مشتبه چی میخواد؟ بابا مشتبه از ما یه کمکی میخواست، ما براش انجام دادیم، بد کردیم. دست از سر مشتبه بردار. ببین مشتبه توی دردسر افتاده، اونم یه دردسر بزرگ، فقط هم تو میتونی کمکش کنی. داری دروغ میگی. خیلی خب باشه، اگه مشتبه و مشکلش برای تو مهم نیست، منم حرفی ندارم. در مورد چی حرف میزنی؟ حتما انتظار نداری الان اینجا کنار خیابون بخوام همه چی رو برات تعریف کنم که. بیا بشین تا دانشگاه میرسونم. بشین. آخه این چه کاری بود کردی؟ تمام هیکلم بو گرفته. رضا بوش پرید دیگه. بوش پرید؟ تو اینو بو کن، این بوش پریده؟ بو گندش حالم داره به هم میزنه. چی کار کنم از دستتو؟ خب من چه بدونم، گفتم باد میخوره میپره، حالا پیش آمده این سری باد خورده پخش شده. ولی
یه ذره ملایم‌تر شده نه؟ آقا مشتبا جان، مردونه یه پیشنهاد بهت بدم گوش میکنی؟ من پیشنهادات شما رو با گوش دل گوش میکنم. میگم برای سلامتی خودت هم که شده، به جای اینکه الان راه بیفتی بری سر کلاس، بیا برو خودتو به یه روانپزشک خوب نشون بده، ثواب داره والا. پیشنهاد خوبیه، ولی رضا جون دوکی تو که غریبه نیستی، من چند بار خودم خواستم برم، منتها این بی‌انصافی انقدر ویزیتشون بالاست پشیمون شدم. حالا تو اگه دوستی آشنایی داری من نوکرتم، تو بگو همین امروز میرم. یا اصلا بیا با هم بریم، تو رو یه نگاه کلی بندازم بد نیستا. میگم با تو حرف زدن کلن بیفایده است، من برم سر کلاس، دیرم شده. ما پیشنهاد خوب میدی، چرا پیشمانه ایمونی؟